نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید تحریم های بین علیه کره شمالی وسیله مهمی برای مقابله با فعالیت های موشکی و برنامه تسلیحات کشتار جمعی آن کشور است. هوشمند میرفخرایی گزارش میدهد. لیندا توماس گرینفیلد که شب گذشته و پس از سومین نشست شورای امنیت در مورد کره شمالی در یک ماه اخیر سخن می گفت همچنین یادآوری کرد پیونگیانگ در ماه ژانویه هفت آزمایش موشکی انجام داد و موشک بالستیک پرتاب شده در سی ژانویه پرقدرتترین موشک از این نو در پنج سال اخیر بوده است. پرتاب یک موشک بالستیک میان برد توسط کره شمالی در سی ژانویه یک تصاعد جدی در نقض قدنامه های شورای امنیت توسط پیونگیانگ است. ما این اقدام را به شدیدترین صورت ممکن محکوم می کنیم. تحریم های بین المللی، ابزار مهمی برای رویارویی روی با تهدید کره شمالی، تسلیحات کشدار جمعی و برنامه موشک بالستیک آن کشور است. این موشک بالستیک میان برد که از نوع هواسونگ دوازده بود ساعت هشت صبح شنبه هفته گذشته به سمت آبهای غرب ژاپن پرتاب شد و با 800 کیلومتر برد تا ارتفاع 2000 کیلومتری اوج گرفت. شورای امنیت ملی کره جنوبی به ریاست منجای این رئیس جمهوری آن کشور تشکیل جلسه داد و اعلام کرد این موشک بالستیک قادر به حمل کلاهک اتمی بود و بیش از هر پرتابه دیگری توسط پیونگیانگ از سال 2017 برد داشته است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پیام خود به مناسبت سال نو بر افزایش توان موشکی جهت مقابله با آنچه او شرایط بی ثبات بین و مدلی خاند تأکید کرد. تلاش های واشنگتون برای متوقف کردن فعالیت های اتمی و موشکی پیونگیانگ از طریق گفتگو تا کنون بی نتیجه بوده است. با این حال جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بارها اعلام کرده که بدون هیچ پیش شرطی آماده مذاکره با کره شمالی است. در همین حال جانگ جون سفیر چین در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت آمریکا باید با توجه به نگرانی های کره شمالی انعطاف بیشتری به خرج دهد و سیاست ها و رویکردهای جذابتری در پیش گیرد.